و این زمان ما گروهی نوبتی رو به صحنه میخونیم تا منالوگشون رو منظوری شما گردونن. این گروهی اوچای بیکا و زیکا است. استقبال میگیریم. کپکو بیایی شما. برادران نهایت گرامی، دوستان عزیز، مادران، خواهران، البته با شما از تاریخ جنگ های بسیار معلوم و مشهور هستند. جنگ یکمی جهان، جنگ دویمی جهان، جنگ سیومی جهان، جنگ چهارمی جهان هم بود، جنگ شهروندی، اومن بسیار جنگ ها، جنگ روسی یپون و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. لیکن حاضر من با شما در باره جنگ نقل میکنم که در یگان صحیفه تاریخ جای نگرفته است. این جنگ به فکرم هر شب در خانه هر کدام شما روی میدهد. نام دارد جنگ خانگی. بهانه جنگ یکمی من و ینگاتون از روزی خریدن جوان سر شد. ما با همسایه ها مسابقه داشتیم، علال خصوص تبر تشایویچ حریفی زورترین ما بود. چیزی که وی میخرید ما هم باید پس نامده از همون چیز میخریدیم. روزی تبرکو جوان خرید. نیم ساعت پس در خانه ما هم عینن همون خیل جوان پیدا شد. روزی دیگرش از جای کارم با مغلمو تلفن کردم. مغلمو این نومی زنی من. با مغلمو تلفن کردم که تبرکو در پرده هندگی خریده است. تو چرا خب نشسته ای؟ تستر جوم از زیر زمین هم باشد پیدا کن. مغلمو تبرکو یخدان گرفته است. تستر جوم، تستر جوم، تبرکو تلویزیون رنگ گرفته است. تستر، تبرکو زنی جوان گرفته است. ارامی خیل چرقی مغلمو تلفن بجایش گذاشت و جنگی اولین ما سر شد. وقتی که از کار به خانه برگشتم، مغلمو بی اعلان جنگ با من حمله نمود. دخترچه هایم آچکنانه به طرف مغلمو گذاشتند. جنگ نصف شبی انجام یافت. زیرا آن روز من از سحر تا بگو چنان کار کرده بودم که دیگر مداری جنگ نداشتم و جنگ به طرف مغلمو انجام یافت. و ما شرطنامه موقتا به هجوم نکنی بستیم. جنگ دویم خانگی ما از ماجرای پالتو سر شد. زوجه مهربانم فرمود که برای پالتو رنگش نه سیاه و نه کبوت و نه سفید و نه سرخ و نه زرد خریده دیم. برای مصلحت برای فیزیک ها رفتم. آنها گفتند که برادر، شاید این خیل رنگ اولترا بنفش باشد. بدبختانه این خیل رنگ در تگ میز مغازین ها پیدا نشد. جنگ نصف شبی هنگامی که شیرکش به خانه برگشتم سر شد. زوجه مهربانم با یراقای وزنین کاسه و طبق به هجوم گذاشت. من هرچند داد میزدم که های زنک، در جنگ کاسه و طبق رو به کار نمیبرند. اما او گوش نمیکرد. من نایلاج پس یخدان شینک گرفتم. اما زوجه مهربانم با یراقای وزنین کاسه و طبق به هجوم گذاشت و ناگاه کاسه سفالین بسر من زد. من با این ضربه توب نوارده عقب نشینی کردم و به درون ون در آمدم و در رو از درون محکم کردم. از سر و روی من خون می شورید. من نمی دونستم چکار کنم. بنا خواست دیدم که مغلمو دخلافوسی که من برای نیز کردن نان خوراک ها آورده بودم آن رو از سوراخی ون به طرف من پاش می دید. من داد می زدم که اوه زنک، در جنگ حاضره به کار بردن یراقهای خیمیاوی من کرده شده است. اما او گوش نمیکرد. بنا خواست من دیدم که در درون ونه ما از روده ریزینی آب گرم میریزد. من آن را گرفتم و به طرف مغلمو راز کردم. از روده ریزینی به سر و روی زن من آب گرم پاش میخورد و مغلمو با این ضربه ناگهانی من تاب نآورده عقب نشینی کرد. ولی دیر نگذشته در خانه من سخت کوفته شد. من از درون ون با ترس و لرز برآمدم و در رو کشودم.
بینم همسایه هایی در آشانه پایان بوده همه دادو های میگفتن که از خانه من به خانه آنها آب ریخته همه خانه های آنها را افلاس کرده است. من با زاری و تولا آنها را آرام کردم و همان معاشی که من گرفته بودم آنها را با همسایه ها دادم که تاگی همسایه های دیگر مغل نکنند. و ساعتی 12 شب پسرچه خوردیم را به رزویدکه فرستادم. رزویدکه خبر آورد که مغلما علاقه را با خوشدامنم برقرار کرده است. و ساعت 3 شب خوشدامنم از قفا فرانت دویم را کشاده قطعیان طلب نمود که من بچون و چرا تسلیم شوم. یاروهای جنگیم جوروب و تسمه را نسپارم. تاوان جنگ ظرفهای شکستگی هم به گردن من افتاد. با وجود همه این من صاحب امتیاز نشدم. مرا با یک بالشت به بالکن خنک بدرقه کردم. حالا باشد زوجه مهربانم از حساب معاش من 50% الیمنت میگیرد. سلامت باشید. یک قرصک میزنیم با افتخار هنرمند گروه هجوم نگاران اوچه بیکا و زیکا و اوزی رو فراموش نکنید.